side event is about the human rights violations in Iran. It will be translated in Nukhustin Sohandran Ma, and the Sepide Pura Ahoy has hand. Ishun Ahmed Bashar. و مدیر بنیاد بین المللی شهروندیاب هستم. ایشون در مورد وضعیت زندان و زندانیان در ایران صحبت می کنند. بدن امروز من قصد دارم به طور مشخص و شرایط غیر انسانی حاکم بر زندان ها در ایران که جان بسیاری از زندانیان رو به خطر انداخته صحبت کنم. مایلم که از تجربه خودم در سال 1386 در بازداشتگاه 209 وزارت اطلاعات شروع کنم. دو نفر از همبندی‌های من در این بازداشتگاه زمانی که من زندان بودم دچار بیماری بودم. یکی از اونها به نام خانم طاهره پوروزدم در شرایط حاد جسمی بود. به بیماری دیابت دچار بود و شبها دچار دردهای شدیدی میشد و من شاهد بودم که تا صبح از درد نمیتونست بخوابه. اما هیچ پزشکی برای تسکین دردهای این زندانی در شب وجود نداشت در زندان. در همین بازداشتگاه افراد زیادی به خاطر عدم رسیدگی پزشکی به موقع و فوری مردند. رامین فتاحی زندانی جوانی بود که به دلیل داشتن عقاید خاص مذهبی در این بازداشتگاه نگهداری می‌شد و در نهایت بر اثر فشارهای شدید بازجویی و عدم رسیدگی به موقع پزشکی سکته کرد و از بین رفت. خود من که بر اثر فشارهای ناشی از بازجویی‌های طولانی و حبس انفرادی دچار بیماری روحی و افسردگی شدید شده بودم، چیز دیگه‌ای دریافت نمی‌کردم از طرف بهداری زندان به جز تعدادی قرص بی‌فایده و بی‌اثر که توسط یک فرد غیر متخصص تجویز می‌شد در زندان و شرایط من رو بهتر نمی‌کرد. همین ادامه این وضعیت باعث شد که من بعد از اینکه از زندان خارج شدم و به پزشک متخصص و روانپزشک مراجعه کردم، تا مدت‌های مدیدی نزدیک یک سال روزی 25 قرص اعصاب و روان مصرف می‌کردم. در کنار مواردی که من خودم شاهدش بودم، گزارش‌های رسیده از ایران تأیید می‌کنند وضعیت اسفناک پزشکی و بهداشتی در زندان‌های ایران رو.
اگرچه این شرایط شامل زندانیان سیاسی و عادی به طور مشترک میشه و گزارش و طبق گزارش های موثق ماهانه 10 تا 15 نفر فقط در یک زندان به نام زندان گوهردشت در شهر کرج جون خودشون رو از دست میدن. این آمار وحشتناک مرگ و میر تنها در یکی از زندان‌های ایرانه. این آمار تکان دهنده از مرگ زندانیان نشان دهنده شرایط غیر انسانیه که منجر به مرگ و میر زندانی ها میشه. این شرایط که عبارتند از 1. عدم دسترسی کافی به خدمات پزشکی، 2. نبود امکانات بهداشتی به دلیل تأسیسات فاقد کیفیت در زندان ها، ازدحام بیش از حد زندانیان، بیش از ظرفیت زندان ها، حتی در مواردی عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم. اعمال خشونت، استفاده بی‌رویه از داروهای اعصاب و روان تنها نمونه هایی از ده ها معضلی است که زندانیان در ایران با آنها مواجه هستند. و من قویاً معتقدم که به همین دلایل که به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل آقای احمد شهید اجازه نمیدن که از زندان‌های ایران بازدید کنن. در این فرصت کم سعی میکنم با شرح مختصر وضعیت چند زندانی سیاسی که به دلیل وضعیت اسفبار زندان ها دچار بیماری های حاد شدن یا جان خودشون رو از دست دادن توجه شما رو نسبت به این مسئله جلب کنم. آقای عیسی سرخیز روزنامه‌نگار زندانی در اسفند 1390 در زندان گوهردشت دچار حمله قلبی شد. با وجود اینکه پزشکا تحمل زندان رو برای اون بسیار خطرناکی میدونن، اما همچنان باید در زندان بمونه. حتی وقتی اون رو به زندان منتقل کردن خانوادهش رو مجبور کردن علاوه بر پرداخت هزینه درمانی سحرخیز مخارج خورد و خوراک 3 مأموری رو که شبانه روز این زندانی رو تحت نظارت داشتن بپردازن. نگهداری این زندانی در این وضعیت ناگوار در حالیه که
خانواده اون قادر به پرداخت هزینه های بسیار بالای درمانی سرفیز نیستن. از طرفی بازگشت اون به زندان ممکنه باعث مرگش بشه. سرخیز یکی از زندانیاییه که به دلیل شرایط بد تغذیه در زندان دچار بیماری کلیوی هم شده. مورد بعدی مربوط به زندانی سیاسی کرد مهدی زالی است که در 15 خرداد سال 1391 در زندان گوهردشت جان باخت. وی که از سال 1371 در زندان بود به 30 سال حبس محکوم شده بود. با وجود اینکه دچار بیماری‌های تنفسی و گوارشی بود، به دلیل عدم رسیدگی پزشکی و انتقال بسیار دیر هنگام به بیمارستان، جان خودش را از دست داد. البته مهدی زالی دوم قربانی در ماه خرداد بود. در اول خرداد همین ماه زندانی سیاسی دیگری به نام منصور رادپور به دلیل تجویز بیش از حد و نابجای داروهای اعصاب و روان، با وجود اینکه به گفته همبندانش